درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم و در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و چهارم از ماه نوامبر. در روزهای دوشنبه همونطور که مطلع هستید یک ساعت و نیم خدمتون هستم تقریبا. امروز نیز هم خب معمولا ما خدمتون برای اینکه هر شبت که کار ما کار فرهنگی است، فرهنگی سیاسی، دوستی میگفتن آقا شما فکر کنید فرید زکریا بیاد بشینه اول شعر بخون، یه دوست بسیار بسیار عزیز و محترم، و بعد مطالب بخواد تحلیل کنه، تحلیل سیاسی. عرض کردم که اول اینکه بنده فرید زکریا نیستم، دوم اینکه کار ما جداست از کار فرید زکریا. عزیز من فرید زکریا کارمند CNN استخدام شده برای تحلیل سیاسی، ما اصلا اهل تحلیل سیاسی نیستیم، کار ما یه چیز دیگه است. این کار رو ما رها کردیم به دوستان ماشاءالله متخصص که تعدادشون کم نیست. کار ما این هست که افقهای دور آزادی و حیثیت انسانی و حاکمیت ملی و قضایای از این دست رو در مقابل چشم هموطنان مجسم کنیم و از فرهنگ دیرینه ایران زمین که همه هست و نیست ماست دائم نمونه‌ای و نشانه‌ای و ما به اندکی از بسیار در هر برنامه و مشتی از خروار عرضه کنیم. این کار بنده است، کار ماست. ما آنالیست که نیستیم که قربونتون برم، فدای شما. هر شبت که فرید زکریا باشیم. خب بعد از همه اینها یک غزل از سعدی میخونم خدمتتون که قطعا بیت اولش خیلی خیلی مشهور هست و فکر میکنم یک آهنگم روی این غزل ساخته شده باشد اگر اشتباه نکنم. میفرماید سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ، دیدن او یک نظر صد چمنش خونبهاست. گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست. دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان، گونه زردش دلیل، ناله زارش گواست. دل شده پایبند، گردن و جان در کمند، زهره گفتار نه، کین چه سبب وان چراست. مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هر چه کند جور نیست و از تو نباشد جفاست. تیغ برآر از نیام، زهر برافکن به جام، که از قبل ما قبول و از طرف ما رضاست. گر بنوازی به لطف ور بگذاری به قهر، حکم تو بر من روان، زجر تو بر من رواست. سعدی از اخلاق دوست هرچه برآید نکوست، گو همه دشنام گو که از لب شیرین دعاست. میگویند عشق خوب و بد، موفق و ناموفق، تراژیک یا غیره، برکت است عشق. خب عرض کنم که این دولت آمریکا به مثابه یک غول بی شاخ و دم عظیمی است که هر چهار سال یک بار یه غلط میزنه و زلزله در زمین میفته از یه غلطی که این دولت میزنه. به لحاظ در واقع قوت و قدرتی که این کشور به دست آورده و اهمیتی که در جهان دارد، این رو ما نمیتوانیم انکار کنیم.
و این روزها به خصوص که یک آدم مشکوک آمده و حرفای عجیب غریب زده، حقیقتا همه رو ترسونده. اروپایی‌ها، آسیایی‌ها، ژاپنی‌ها، هر یک نشستن که چه خواهد شد و این آقا چه خواهد کرد. و این دولت آمریکا یک هرم عظیمی است از چندین هزار نفر کارمندان دولت که این ساختار رو بسازن و هر 4 سال یه بار، البته خب عوض میشه، حالا ممکنه پرزیدنتی معمولا 2 دوره‌ای هستن، هر 8 سال بهتر دقیق تر بگوییم، ولی اگه 1 دوره‌ای باشد خب 4 سال عوض میشه. یعنی شهر واشنگتن که پایتخت آمریکاست با تعویض دولت‌ها چندین 10,000 نفر خارج میشن، چندین 10,000 نفر وارد میشن و بر نوک این هرم رئیس جمهور نشسته و یک ادوایزر مخصوص داره و یک چیف آف استاف. استاف یعنی همه ابواب جمعی، استاف. و این چیف آف استاف قدرتش بعد از پرزیدنت از همه بیشتره در کاخ سفید. و اون ادوایزرم که در واقع هر روز رئیس جمهور ادوایز میده که در یعنی طرح‌های استراتژیک رو بررسی میکنه، طرح‌های تاکتیکی رو بررسی میکنه و در باب تصمیم گیری آقای رئیس جمهور این آقا ادوایز میده که این کارو بکنی و این کارو نکنی. حالا اگر ادوایزرها یک آدمای جنایتکار دست راستی باشن که امروز هم هستن، در زمان بوش پسر بودن، در زمان بوش پدر بودن، اندکی ملایم‌تر بود، اینها ممکن است که دنیا رو به جنگ بکشن و یک جنایات هولناکی در عالم ایجاد بکنن، کما اینکه اون چینی کذا و کذا که معاون بوش بود و اون آقای منسفیلد جنایتکار که وزیر دفاع بود، اینها آمدن بعد از اون داستان برج دوقلو نشستن که چه بکنیم، گفتن ما باید قدرتمون رو نشون بدیم به دنیا که ما چه گردن کلفتی هستیم، جا نشستیم، حمله کنیم، طالبان سرنگون کنیم، که همش گردن طالبان بوده. این طالبانی عرض کنم بن لادن رو راه داده اینجا و اینها اونجا کمپ های تروریستی درست کردن. خیلی خوب، حمله میکنیم به طالبان. یکی آمد و گفت آقا این افغانستان که چیزی نداره که ما قدرت رو نشون بدیم، یه مش کوه هست اونجا، کوههای قرقروم رو نمیدونم ترابورا و از این حرفا، ما قدرتمون رو کجا نشون بدیم؟ به کوها نشون بدیم؟ ما قدرتمون رو باید به شهرهای آباد نشون بدیم، بیل ساختمونهای بلند خراب کنیم ببینن ما چه گردن کلفتی هستیم اینجا نشستیم. گفتن ها خوب شد که گفتی. شما فکر کنید ببینید چقدر احمقان است این حرف و چه سفیهان است این داستان. هیچ سفیهی در دنیا همچین کاری نکرده. گفتن عراق رو در نظر بگیریم، ساختمون زیاد داره، ساختمون‌های آباد زیاد داره، وقتی ما این بمب‌های لیزری رو از اون بالا میاندازیم هم روس‌ها جا می‌خورن هم عربا جا می‌خورن، دیگه هیچ کس با ما گردن کلفتی نمی‌کنه. یا علی، علی یارت. هیچی، ریختن مملکتی رو خراب کردن، زدن، کشتن، تمام آثار مدنیت منطقه رو از بین بردن. و یکی 2 هفته بعد آقای جورج بوش آمد در اون کشتی جنگی اونجا اعلام کرد که ما پیروز شدیم، تازه ولی اول کار بود. چه مایه خونها بر زمین ریخت بر اثر ریختن ساختار قدرت در عراق. و دیگه شما مطلع‌تر هستید از من، چون در منطقه هستید، هر آینه اخبار به گوشتان می‌خورد و میرسد که چه کردن و چه میشه اینا برای اینکه قدرت نمایی بکنن. جورج بوش پدر یک کتاب نوشته که اینها پسر من رو ادوایز بد دادن، این چینی
و این منسول اینها نتوانستن درست راهبری کنن سیاست ها رو و چنین و چنان خیلی بد گفته به اینها، حتی زبانش جا بعضی جاها در کتاب خشن شده و به دشنام گراییده در حق همون وزیر امور خارجه آقای منسول که اینها ادوایز درست ندادن و جنگ به پا کردن چنین و چنان کردن. حالا این آقایی که این جناب ترامپ انتخاب کرده که ادوایزر مخصوصش باشه، این خانومش تو دادگاه گفت این به یهودی ها فحش میده، نمیدونم به کدام گروه فحاشی میکنه، از اون آدم های ردنک متعصب است، از این ناسیونالیست های دو آتشه. و ناسیونالیسم خدمتتون عرض کنم که پدیده خوبی است، اشکالی نداره آدم وطنش رو دوست داشته باشه، باید اینجور باشه، باید آدم وطنش رو دوست داشته باشه، ولی وقتی افراطی شد به حماقت تبدیل میشه. یعنی درست به اون جایی که رسید که شما فکر کردید که چون ایرانی هستیم ما برتر از دیگران هستیم، اون موقع دیگه احمق شدیم، ببخشید عذر میخوام از شما، یعنی منتهای سفاهت که آدم فکر کنه به خاطر خاک برتری داره بر آدمای دیگه. نه، آدم‌ها همه مثل همان خلق خدا هستن، حالا یه قومی بیشتر میکوشه مدنیتی تولید میکنه، یه قومی دیرتر، اما همه انسان هستن. و اونایی که تصور میکنن که به خاطر نژاد یا به خاطر رنگ پوست یا به خاطر ملیت اینها برتری دارن، اینها از دست اینها باید فرار کرد، از دست چند گروه باید فرار کرد. یعنی به معنی که اینا رو دیدید فرار کنید لطفا. یکی یک وقتی از یک جایی میگذرید دیدید یه نفر نشسته روی یه منبر میگوید خداوند میفرماید، فرار رو باید برقرار تجدید داد، چون دروغ بزرگ از اونجا شروع میشه، فساد از اونجا شروع میشه. خداوند میفرماید، تو غلط کردی که خداوند چیزی گفته. خداوند میفرماید، خداوند، خداوند جل و علا در قرآن میفرماید فرار. اگرم دیدید که یک کسی داره شعار میده، شعار فاشیستی میده، از همین شعارهایی که عرض کردم در باب برتری نژاد و تبار اینها، اون هم کارش به سفاهت کشیده و بایستی فرار کرد. فرار، اینها بوی خون میدن، این حرفا، این حرفا بوی در واقع مرگ میدن. شما نگاه کنید کشور آلمان یک کشور دانشی بزرگ به لحاظ مدنیت و تولید مدنیت، به چه درکاتی از نکبت و تعصب فرو افتاد، جایی که یعنی جنایاتی که نگفتنی است اینها در حق مردمان کردن از هر نوع. یه مطلب یادم آمد، این را عرض میکنم که شما بدانید ناسیونالیسم مریض به کجا میکشه. یک دکتری بوده اسم اینا، اینو من در کتاب ها شاید 40 سال پیش خوندم، اسمشون یادم نیست، بعضی از اینها، به اون رئیس گشتاپو میگوید آقا ما کلکسیونمون تکمیل نیست. اینا آلمانا میکشیدن که قیافه اون آریای خالصی که میخوان رو پیدا بکنن و مدل بکنن و نژادهای پست رو هم مدل بکنن که معلوم بشه. میگو آقا ما لهستانی و مجارستانی و مثلا روسی و اینا کم داریم، جمجمه اینو برای ما بفرستید، 20 کله لازم داریم. این متن تاریخ من خدمتتون عرض میکنم، اختراع نمیکنم. عرض کنم که اینا رو آقای آلن شایرر که بهترین کتاب رو در باب پیدایش هیتلر نوشت
به نام ظهور و سقوط رایش سوم در اونجا تحلیل شده، می توانید بروید و بخوانید. 20 تا کله لازم داریم. به کی؟ به هیملر. آقا هیملر گفت آقا چرا زودتر نگفتی؟ این که کاری نداره که. پاشو رفت تو این اردوگاه کار نمیدونم آشویتس و نمیدونم تریبلینکا کجا خراب شده. گفت ولستانی دو تا از اینا یکی از اینا 20 از اینا انتخاب کرد، 20 نفر اینا رو کرد تو اتاق گاز و گاز رو باز کردن و بدناشون داغ بود هنوز وقتی از تو اتاق گاز در آوردن انداختن عقب یک ماشین، بدنا اینا گرم بود بیچاره، آوردن در مطب جناب آقای دکتر. البته یادم نره از این دکترها زنده هنوزم داریم ها که این کارا رو میکنن، منتها به یه نحوی دیگه این کارا رو میکنن. یه روز میپردازم به کارشون در این لس آنجلس. خلاصه منتها زیر نام ناسیونالیسم و فاشیسم نمیکنن، زیر چیز اسکناس آمریکایی میکنن. باری آوردن گفتن دکتر حاضر لهستانی مجارستانی روسی همون کلکسیونی که کم داری ما آوردیم، شما بفرمایید چی کنیم. گفت خب کمک کن اینا رو ما بیاریم، کمک کنم کله اینا رو اره کنیم اول با هم، به من کمک کن. اینا آوردن و کله ها رو اره کردن و دیگ بار گذاشته بود و چند تا دیگ، این کله ها رو تو این دیگ ها چه صحنه‌ای بوده اون صحنه، بعد گاز روشن کرده و کله میپخت. خلاصه یه مدتی که گذشت مثلا فردا صبح در دیگاش برداشت این گوشتا این کله ها رو از هم جدا کرد و خوب تمیز کرد و مرتب کرد و اینها. و هر شبت که این انتروپولوژیست بود در واقع انسان شناس، اینا رو زد سر چوب و یک توضیحاتی راجع به وینی لهستانی، مثلا لهستانی بود مارک زده بود یا حکا کرده بود سر یه چوبی، و اینا رو گذاشت جز کلکسیون اون بقیه کله یهودی ها و غیر ازالک هم اونجا بودن. و زنگ زد به هیملر که آقا کلکسیون ما تکمیل شده، همچین کلکسیونی در دنیا پیدا نمیشه، خیلی ارزشمنده. و وقتی که کم کم بمب افکن‌های آمریکایی بر فراز برلین شروع کردن به بمباران دیگه آخر کار دیگه داشت نزدیک میشد، این آقا زنگ زد دوباره آخرین زنگ زد که آقای هیملر این کلکسیون حیفه، بیاییم ببرید اینها، و خودش فرار کرد. بله و هنوز معلوم نیست که این آقا کجا رفت. گریخت از آلمان، گریخت، در لابراتوارش هم بسته بود، کلکسیونش هم کش شد، ولی معلوم نیست که کجا رفت. بیشتر اینا در اون زمان که می گریختن می رفتن آرژانتین، بسیاری هم آمریکایی‌ها آوردن و ازشون استفاده کردن، استفاده های علمی فراموش نکنید. باری بنابراین فرار کنیم. آقا این کار به منتهای درجه که برسه یه همچین چیز ازش در میاد. حالا این آقایی که آورده مقصود این بود، آقای ترامپ آورده و بغل دست خودش نشانده، از این نوع آدم های دو آتشه است، متعصب دو آتشه، عرض کنم که به برتری سفید پوستان معتقد و گروه های رو پس شمردن، فوش میداده در منزل. خانومش در دادگاه گفت، البته بگو من نگفتم، حالا این آقا رو انتخاب کرده، خدا رحم کند آقا، خدا رحم کند که چه پیش خواهد آمد از کاخ سفیدی که این آقا درش نشسته و قرار از 4 سال دیگه حکومت کنه بر نیرومندترین کشور جهان. تازیم گوید ارتش رو باید قوی بکنیم، مثل که ارتش آمریکا قوی نیست. 700 بیلیون دلار بودجه ارتش آمریکا در ساله، تقریبا روزی 2 بیلیون دلار، باورتون میشه؟ بعد میگوید این ارتش کوچیکه، ما باید این رو بزرگش بکنیم و اینا. حرفای عجیب غریب میزنه، میگوید که این ژاپنی‌ها ما از اینا خیانت میکنیم و اینا، باید ما پول بدن.
یه گونی دست میگیری میگه آقای ژاپنی بریز پول، آلمانی پول بریز. یه کسی گفت آقا این آقا نمیفهمه که ما با این کارهایی که میکنیم پرستیج خودمون رو داریم نشون میدیم و منافع آمریکا رو داریم تأمین و تضمین میکنیم با این خرجهایی که میکنیم و از جای دیگه منافع به دست میاد، ما نمیتوانیم کاسه دست بگیریم بیافتیم. به ژاپن میگیم آقا چون ما یک ناو هواپیما بر اینجا داریم، میگن به ما چک بکش برای دولت آمریکا هر ماه. این حرفای کاسب کارانه خب غیر از کسب و کار کاری نداشت، بساز و بفروش بوده این آقا، بساز و بفروش. خلاصه این ساختار عظیم، این هرم عظیم دولت آمریکا که عرض کردم چندین ده هزار نفر اینا در این هرم باید جای بگیرن و شروع شده از بالا به پایین داره میاد. تازه دو نفرش محرز شده که چه کسانی هستن، نامهای دیگری هم هست مثل اون رودی جولیانی که شهردار نیویورک بود و اون آقای کریستی که گاورنر نیوجرسی بود اگه اشتباه نکنم و چند تن دیگر هم هستن که اینا رفته رفته این هرم داره ساخته میشه تا زمانی که قرار نقل و انتقال انجام بشه بایستی هرم بالکل درست بشه. حالا دو تاشو معرفی کردن، همه بحث در باب اخلاق و خلقیات این دو نفر هست، چیف آف استاف و ادوایزر پرزیدنت. اگر عکساشون هم پیدا کنین لطف کنین بذارین خیلی خوب میشه هموطنان ببینن ما در باب چه که صحبت کنیم. بزنید ادوایزر پرزیدنت و چیف آف استاف، عکساشون حتما هست، ده ها هزار عکس از اینا. یا اینکه یک موسیقی پخش کنین سفر جان و عکس ها رو ضمن پخش موسیقی پیدا کنین و بعد نشون بدیم. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود دوباره هموطنان گرامی، در باب ساختار دولت آمریکا صحبت میکردیم و عرض کنم که دولت جدید آقای دونالد ترامپ، عرض شد که گفتن که قرار از دیوار بکشی، بعضی ها میگوین که حالا دیوار سیمی هم بد نیست، گفت ممکنه هم کار بود. ولی یه چیزی گفت خب جالب بود، دو مطلب. یکی این که گفتن آقا اونایی که با شما مخالفن دیگه در هتلای ترامپ نمیرن، نصف اتاقات خالی میمونه. گفت که اصلا اهمیتی نداره، موضوع کشوره. خب این خیلی خوب بود. یکی همین که گفت من حقوق نمیگیرم، برای که قانونی باشه قانون میگوید که من یک دلار باید بگیرم، هر ماه یک دلار برای من چک میاد، ولی اون 400 هزار دلار حقوق رئیس جمهور رو من نخواهم گرفت. تا به امروز تا اونجایی که بنده میدانم دو تن حقوق نگرفتن، دو تن دولتمند مشهور، یکی جورج واشنگتن بوده گمان میکنم، یکی هم مرحوم دکتر مصدق. هیچ حقوقی که نگرفت، سهل است که از جیبش هم مخارج همراهان رو بعضی وقتا پرداخت میکردن. آقای ترامپ هم گفت من حقوق نخواهم گرفت و بچه هاشو درگیر کرده. گفت یه جای گفته از خانم رو جایی نمیرسم چون خانمشون مایه آبروریزی. آقا تا حالا نشده که فرست لیدی مملکت پورنوگرل بوده، عکسای اوریانش اینجا اونجا هست و این واقعا
یه جوری است، نمیدونم چی بگم، واردش نمیشم. بهتر داد بیداد. خب کتابی که دست من است یکی از آثار مهم تاریخ. بله بله، تصویر رو نشون بدین. بله، این دو شخصیت مهم که بیشترین قدرت ها رو در کاخ سفید خواهند داشت، این آقایون دیدمشون من. بله، مثل که پیداشون کنین لطفا. بله، کتابی که دست من هست یکی از آثار مهم اسلام هست. اسلام رو چرس کنم. به نام مروج و ذهب و معادن الجوهر. جوهر معرب گوهره، مروج جمع مرج باید باشه، یعنی مرغ، میگوییم مرغ، مرغ و مرغزار. مروج و ذهب، ذهب یعنی طلا، مرغزار طلا و معادن و معدن گوهر، معادن در واقع جمعش هست، معادن جوهر. دیدم که حتی در فرهنگ معین که خیلی خیلی فرهنگ علمی خوبی هم هست، به خطا نوشته است مروج و ذهب. مروج نیست، مروج غلطه. بله، اینو بفرمایید. ادوایزر ایشون که عرض کردم متعصب هست، این حضرت هست که فحاشی میکرده است به یهودیان و اینها در منزل، از اون ناسیونالیست های دو آتشه که خدا کند به درجه بیماری نرسیده باشه. ایشون لا اسکول یا بیزنس اسکول هاروارد رفته، پروفسور هست در دانشگاه جورج تاون واشنگتن که یکی از دانشگاه های بی اندازه زیبای آمریکاست. جورج تاون در محل جورج تاون نزدیک کیبریج، بله، در پوتومک ریبر، رودخانه پوتومک. و اون یکی که چیف آف استاف هست، یعنی رئیس ارباب جمعی که در هر لحظه دسترسی به پرزیدنت داره و همه باید به فرمان او گوش کنن، این آقاست. این آقاست عرض می شود که و خیلی سر و صدا کرد انتخاب این مرد برای اینکه چیف آف استاف باشه. آقای اوباما تعداد چیف های استاف رو، رؤسای ارباب جمعی رو بالا برد، تعدادش رو. بعضی رؤسای جمهور دو تا انتخاب میکنن، بعضی ها ممکنه که 10 تا چیف آف استاف داشته باشن که یکیشون دسترسی داره به پرزیدنت یا بیشتر از یکی. اما ترامپ یک چیف آف استاف انتخاب کرده که همه باید زیر فرمان اون باشن. این آقای کریستی مرد چاقیست. این با هم معامله کرده بودن. ترامپ گفته بود من از اکتبر به اون طرف دیگه نخواهم بود. وقتی انتخابات شروع شد باورش نمیشد. اکتبر که؟ اکتبر پارسال. و من اگر که سقوط کردم این نتونستم ادامه بدم، شما رو پشتیبانی میکنم. شما هم اگه سقوط کردی من رو پشتیبانی کن. بله. و بعد آوردش که یه شغلی بهش بده، قرار بود که چیف آف استافش کنه، بعد نکرد. و این آقا در چاپمن تنها چاپلوسی که در آمریکا دیدم اینه. حالا بقیه لغاتش رو خودتون بهتر میدونید. لغاتی که مترادف چاپلوس هستن رو میدونید. عرض کنم که این آقا چه چاپلوسی میکرد. من چاپلوس آمریکایی ندیدم. اصلا در انگلیسی یه واژه داریم، فلاتری. فلاتری نوشته میشه، یعنی چاپلوسی. این بود این مردک. بله، جولیانی رو هم نشون بدین. بله، اینم جولیانی است، یک الخناس عجیبی است آقای جولیانی. این شهردار نیویورک بود زمانی که برج‌های دوقلو رو زدن. این فعالیت‌های بسیار کرد و برای خودش نامی کسب کرد و بعد هم که دیگه کنار رفت. و این از ابتدا در کمپ ترامپ بود و ترامپ میکرد. حالا قراره که یک شغل مهم بهش بدن، نمیدونم، دادستان کل آمریکا. دادستان کل آمریکا. بله،
قرار است، هنوز اعلام نکردن شغل جولیانی چیست. خب برگردیم سر کار خودمون. آقا خودمون از همه دنیا بهتره وضعمون. یه علی آقا داریم، یه آقا مجتبی پسرش هست و نیست این مملکت، برای همیشه عرض کنم که در اختیار ایشون هست تا انشالله ایشون بماند تا امام زمان ظهور کند. تکونم نمیخوره، یعنی با تبر نمیشه ایشون رو از اون دوشکتش جدا کرد. تعداد جنایاتی که این مرد مرتکب شده، اگر بخواهن این آقا رو ببرن دادگاه یه روزی، فکر میکنم چندین ده سال دادرسی طول بکشه که به همه جنایات این آقا رسیدگی بشه. از صبح تا شب مشغول ارتکاب جنایت هست. بله، یک دستگاه مسخره هم درست کرده، سر نخواد دستش هر کار میخواد میکنه و خیال ما راحته از این، از تغییر و تبدیل. ما تغییر نیستیم که، آقا ما مردم سنتی هستیم، یک پیغمبری داشتیم، آقا 12 امام داریم، یه چی میخواییم؟ و این 12 امام و ذهنیت امام سالاری و امام خدایی تأثیرات خیلی خیلی منفی ذهنی، بهتر است بگم فرهنگی، در ذهن ما به جای گذاشته. چون امام چه کسی است؟ امام چه کسی است که در کمال و جمال که بی نظیر هست، هیچی، معصوم هم هست، مقدس هم هست، نطفش هم مقدسه، یعنی اسپرم امام مقدسه. حالا هر بچه که این ساخت، ماشاءالله اینا پر بچه بودن دیگه، بیکار بودن صبح تا شب دیگه، از اون کارا میکردن دیگه. نه 33 تا بچه مثلا، مثل مولا علی، خدا حفظش کنه در بهشت، نطفش مقدسه. هر کس که این پسر علی باشه دیگه، دستش که بوسیدن هیچی، با خدا برابره، اصلا خداست، جانشین خداست. چون ما مردم امام پرستی، ما خدا پرست که نیستیم، که اثری از خدا پرستی پیدا نیست در مملکت ما. یا علی صبح داشت، خود منده که خدمت شما هستم، بالاخره بچه شیعه هم دیگه. نه یا علی، خیلی خوب. حالا این امام که کامل ما میخواهیمش باشه، فرقی نمیکنه. یعنی اگر بپرسی از یه شیعه، آقا شما 12 تا امام داری، درسته؟ میگه بله. آیا کوچکترین چیزی، کوچکترین نقیصه ای در تصمیمات، در اخلاق، در چیز اینا، در این 12 پیدا میکنی؟ لا والله، امکان نداره، وجود نداره. خب و این ذهن ما رو کمال طلب کرده، یا همه چیز یا هیچ. یعنی فرض کنید که یک شخصیت ملی، یک سردار بزرگ بیا جانش رو فدای ملت بکنه، همه در واقع فضیلت های اخلاق رو داشته باشه، یک ذره چیز خیلی 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 جزئی به اون منصوب باشه که منفی باشه، ما همه اونا رو در نظر نمیگیریم، به جهت اینکه دنبال کمال و جمال امام هستیم. و در مقایسه هم که میکنیم همینی، یک دلبسته یک نفر میشویم. وقتی ما دلبستگی به یک تن پیدا میکنیم و او رو بهترین و برترین و کاملترین و جامعترین آدم میشناسیم، یعنی چی؟ یعنی همه جهان رو داریم تحقیر میکنیم. خب دیگران رو باید کوچیک کنیم تا اینو بزرگ کنیم، یا اینو بزرگ بکنیم و بگیم این دیگه برترین و بالاترین و بهترین و فلان هست، معنیش اینه که دیگران رو تحقیر کردیم. و همواره در این موازنه ها
یه کسی رو بایستی تغییر کنیم. وقتی دلبستگی به یه کسی داریم، این ذهنیت ما این چنینه. وقتی سخن از سعدی هست، خب دوستداران سعدی بسیار هستن. راجع به سعدی سخن رو محدود نمی کنه فضیلت های سعدی رو بگه، یه جوری باید حافظ رو اونجا تأخیر کنه یا برعکس. این است که عرض شود که ذهن ما رو خراب کردن، خراب شده. آقا سعدی بر جای خودش هست، حافظ بر جای خودش هست، فردوسی بر جای خودش هست، اینا مقایسه نمیشن اصلا با هم. یکی دیگه از کاستی های فرهنگی ما با عرض معذرت، قضاوته. چنون سریع قضاوت میکنیم که پنداری تمام پرونده این شخص دست ما بوده، از بچگی روز به روز حیاتش رو ما خواندیم و شاهدان عینی هم گزارش دادن و ما قضاوت میکنیم در بابش. آقا حق قضاوت ما نداریم در باب مردم. قضاوت در دادگاه میشه فقط. قاضی حق داره به این آدم بدیه، این آدم خوبیه. خیلی زود حکم صادر میکنیم، خیلی زود. ندیده و نشناخته و اینا حکم صادر میکنیم. اینجا عیبه، اینجا عیبه. در این فرهنگ آمریکا مثلا میپرسی که آقای فلانی، فلان کس چه آدمی است؟ میگه من باش سالها دوستی کردم و اینا، آدم خوبی است. بعد میگه آقا بعد چی؟ میگه بعد هیز جاجمنتال. جاجمنتاله یعنی قاضی میشه، مردم رو قضاوت میکنه. هیز ا لیتل بیت جاجمنتال. حکم صادر میکنه در حق مردم. این هم یک عیب خیلی بزرگی است، باعث حواسمان باشد. خب مروج الذهب و معادن الجوهر از کارهای تراز اول این کتاب. من دو بخش از این کوتاه میخوانم. امروز در نظر داشتیم که خطها رو باز کنیم، با شما صحبت کنیم، اما سخن به درازا کشید. انشالله تعالی در دفعات بعد خط رو باز میکنیم. خب ذکر سال و ماه عرب و نام روزها و شبهایشان. که میگیم محرم و صفر اینا یعنی چی؟ اینا از کجا آمدن؟ چی هستن اینا؟ ماهای قمری اول اون محرم است و ایام سال قمری 354 روز است که 11 روز و ربع از سوریانی کمتر است و هر 33 سال یک سال تفاوت می کند. سال عربی تغییر می پذیرد و نوروز ندارد. عربان که به دوران جاهلیت هر 3 سال یک ماه کبیسه می کردند و اون را نسعی به نام تأخیر می نامیدند و خدا تبارک و تعالی عمل اونها را به این گفتار که تأخیر انداختن کفر است مذمت کرده. ترجمه آیه قرآنی رو بردن اینجا. اول ماه محرم هم مذمت کرده. ماه اول محرم است که آغاز سال است و اون را از این جهت محرم نامیدن که در اثنای اون جنگ و غارت حرام بود و سفر را از این جهت سفر نامیدند که در این ماه بازارهایی در یمن به پا می شد که اون را سفرا می گفتند و از اونجا آذوقه می گرفتند و هر کی به بازار نمی رسید از گرسنگی هلاک می شد. بله نابغه زبیان گوید. نابغه زبیانی که می گوید، نابغه زبیانی هم می گویند، یکی از شاعرای عرب بوده، شاعر خیلی مشهوری است نابغه. من بنی زبیان را از رهنوردی و بهارخوری در ماه‌های سفر منع کردم. و نیز گویند سفر را از اون جهت سفر گفتند که در اثنای این ماه شهرها از مردم خالی می‌شد که مردم اونجا برای جنگ برون می‌شدند و این را از صفر
به معنی خالی گرفتند، انگاه ربیع اول و ربیع دوم است، به این سبب که مردم و چهار پایان در اثنای اون بهار خوری می کنند. اگر گویند ممکن است چهار پایان در غیر این دو ماه هم بهار خوری کنند، گوییم ممکن است این نام در اون موقع که مقارن بهار بوده بر اون اطلاق شده، سپس این عنوان با تغییر وقت ماه‌ها استمرار یافته، پس از اون جمادی اول و جمادی دوم است، از اون جهت که در وقت تسمیه این دو ماه آب یخ می‌بسته است، زیرا اونها نمی‌دانستند که زمان گرما و سرما تغییر می‌یابد و ماه اون عوض می‌شود. اونگاه رجب است و رجب از اون رو گفتند که از اون بیمناک بودند و رجب به معنی بیم داشتن است، یعنی ترسیدن. شاعر گوید نه از اون بترس و نه بیم داشته باش، و به جای کلمه دوم فعل رجب ترجب آورده. اونگاه شعبان است و این نام از اون جهت است که در این ماه منشعب می شد، بر سر آبهای خیش و به جسوجی قارت می رفتن. و شعبان و انشعاب از یک مایه است و رمضان به مناسبت اون که در وقت تسمیه ما از شدت گرما زمین تپیده بود و رمضا به معنی شدت گرماست، و صورت دیگر این است که رمضان یکی از ماهای خداوند تعالی است و روا نیست که بگوییم رمضان، بلکه باید گفت ماه رمضان. و شوال به مناسبت اون که در اثنای اون شتر دم خود را از شدت شهوت بلند میکرد، و شول به معنی بلند کردن است و عربان اون را به فال بد گرفته، عروسی در شوال را خوش نداشتند. و ذوالقعده به مناسبت اون که در اثنای اون از جنگ و غارت فرومی نشستند، و قعده به معنی نشستن است، و ذوالحجه به مناسبت این که حج در اثنای اون بود. ماهای حرام محرم و رجب، ذوالقعده و ذوالحجه بود و عربا در این ماه ها جنگ نمی کردن، دوزی نمی کردن، صلح می کردن، خرید می رفتن، همونطور که اینجا اشاره شد. و عرض می شود که وقتی که اون صحرا به نور اسلام منور شد، گفت آقا بزنی ماه حرام یعنی چه؟ کشتار و غارت سال به دوازده ماه. اون داعشی های اول عرض میکنم، چه داعشی های گردن کلفتی بودن اونا، جلل خالق میمد، چهار تا کله تو این دستش، چهار تا کله تو اون دستش، برادران خودش. چرا؟ به جهت این که این به الله معتقد بود، اون نبود. خب به درک الاسفل که تو معتقد به اللهی، تو سرت بخوره، به سر مردم چرا میبوری؟ و هنوز همونطور مونده، هنوز همونطور مونده. الان هرچی جنایتکار چیزه، تروریست مسلمونه، رحمم نمی کنه، هیچی حس بدم نداره، هیچی حس ذوق و شوق و فرح در وجود جنایتکار تروریست مسلمان نمیشه که جهت قربه به حق این سکر این مسی بهش دست میده که سر چهار تا کافر رو بریده، چهار تا مسیحی رو. و یک نفر نیامد از این فضلا و علما بگه آقا بس آدمیت کجا میره، چی کار به کار مردم داری؟ مولانا گاهی یک تکه های گفته خیلی انسانی و عمیقه، سخنان بیهوده هم زیاد زده البته. یه گفت دعوت واجب است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ یا اون داستان موسی و شبان که داشت میگفت خدایا بیا من کفشات رو باک میزنم فران، حضرت موسی گفت خفه شو چنین و چنان، گر نبندیز این سخن تو هر را آتشی آید که سوزد خلق را. و بیچاره بدبخت گفت ای موسی دهانم دوختی و از پریشانی تو جانم سوختی، گذاشت و سر گذاشت بیابان. وحی آمد سوی مولانا، این داستان مولانا ساخته، خیلی جالبه،
وحی آمد سوی موسی از خدا بنده ما را چرا کردی جدا؟ خدا رو به همون وجهی که میشناختاش با ذوق حال خودش داشت شکر میکرد، شکر میگفت، مجذوب بود. باری موسا رو مذمت میکنه و میفرسته که معذرت هایی بکنه از اون چوپان، ولی نه، در اسلام سنتی کفار شمشیر، اگر شمشیرش دزدی باشه یعنی مال آدمای ثروتمند باشه که بیشتر ببره، خب خیلی بهتره تا این شمشیر قرازای حلبیایی که خودمون درست میکنیم در مدینه. بله اجازه بدید خلاصه خبر هست. بله در ضمن اون صدایی که شنیدید به نظر من که خیلی دلنشین بود، من صداهای عرض میکنم خواننده های پاپ رو نمیشناسم چون در این زمینه نبودم، خط ما خط دیگری بوده، اما بعض این صداها خیلی زیبا بود. این صدای مازیار بوده، سپر متخصص این کار، ما میریم خدمتشون، ما اقتدا میکنیم، تقلید میکنیم از سپر. اگر از من پرسیدن آقا شما مقلدی چی کسی هستی، میگم سپر. سپر جان بریم به خلاصه خبر. خلاصه خبر رو هم شنیدیم، معانی و منشأ ماهای عربی رو خدمت شما بنده نقل میکردم. خب پس ماهای حرام، اگه پرسیدن که آقا ماهای حرام چی بوده که جنگ و کشتار درش حرام بوده، چه میگوییم؟ میگوییم محرم و رجب، ذوالقعده و ذوالحجه. بله حتی در هنگام زیارت اینها یه پشه رو نیواسی میکشتن، ولی اونجا هم دست از کشتن بر نداشتن. آقا همه کار این اسلام با یه سر یه چیزی رو بریدنه. اونجا هم گوسفند رو میگن آقا نمیشه یه چیزی مناسه که یه مراسمی که سر یه چیزی رو نبرن آقا باشه در این اسلام. کشتن شتر رو شما دیدید؟ چون قدش بلنده این حیوان زبون بسته، این که اصلا زندگی عرب با این حیوان تداوم یافته، این کشتیش بوده، این محل قضاش بوده، این همه چیزش هست و نیستش، این شتر بدبخت بیچاره بوده، وسیله حمل و نقلش بوده، قایق دریا، قایق صحرا بهش میگفتن اینها. حالا بیاریم به تبرک و تیمون، نهر کنیم، شتر نهر کنیم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون نهر میفرمودن، یعنی یک کارد بلند ناگهان بزنید توی حلقوم این بدبخت بیچاره حیوان که نمیدونم رگ آورتش چی قطع بشه، خونم بی حساب از گردن حیوان نهره میکشه میفته زمین. هر آدمی که ذره المثقالی رقت انسانیت در همه وجودش باشه نفرت میگیره، نفرت از کشتن شتر یا گوسفند بدبخت. در ایران هخامنشی دیدم در خیابونای نمیدونم کجا بود، خدایا طرف های اصفهان بود، یه شتری رو آورده بودن میدوانیدن، بچه و زن و اینا دنبال این شتر بدبخت، بعد این رو این وحشی های ماو این فرزندان خشایار شاه و کوروش کبیر و ابن سینا و بیرونی عطار و مولانا و سنایی سعدی و حافظ و نظامی ابو سعید ابو الخیر داشتن می دویدن دنبال، یکی یک کاسه دستشون بود خون شطور ببرن،
به تبرک و تیمان بمالن لابد به یه جایی خوب شه. بعد آوردن توی محوطه ای یک مرتبه یک خدا نشناسی با یک کارد بلند نواخت و زیره، بعد ریختن به خون شطور جمع کردن. این قبایل بیان نشون بدین، این تصویر نشون بدین، اینا جمع شدن خون شطور ببرن، اینا جمع شدن به تماشا، جمع شدن به تماشا، بله. نمایشنامه سنت اسلامی شما خودتون قضاوت کنید. بدبخت بیچاره رو کارت زدن، ببین خون. اینو پخش نکنین دیگه، لطفا پخش نکنین. ای وای اوه، یه یک دقیقه به ما آنتراک بدی لطفا. یه موزیکی چیزی پخش کن لطفا. لحظاتی کوتاه ویولون زیبای دوست عزیز هنرمند ما فرید فرجاد شدیم، آهنگ قدیمی. خب یک صحبتی هم عرض کنم که حالا میذاریم برای بعد. قرار بود امروز داشته باشیم با هموطنان، بعد در بابش صحبت کنیم. خب و ماهای حج شوال و ذی‌القعده و دهه اول ذی‌الحجه بود و ایام معلومات قرآن همان 10 روز ذی‌الحجه است و ایام معدودات قرآن ایام تشریق است که 3 روز پس از عید قربان است. بله اینا در باب چیز بود، ماهای عرب بود. و مسعودی اینجا آتشکده ها رو نام برده، حالا دقتش من نمیدونم چه میزان بوده، چون امروز ما اطلاعات بیشتری داریم از مسعودی به واسطه همت مستشرقین دانشمند که این زبانها رو خوندن، این سنگ نوشته ها رو خوندن و به ما ایرانی ها یاد دادن. ما که خودمون چیزی نمیدونستیم، هیچ یکی از این خطوط قدیمه رو در کل ایران زمین کسی بلد نبود بخواند. و پروفسور هرتسفلد که ایران آمد، به شهری که بارها بهش اشاره کردم یاد داد. خب و خطوط دیگر، نه تنها فارسی میانه که پهلوی گفته میشد، خطوط دیگر توسط دانشمندان خیلی بزرگ واقعا، مثل هینینگ، پروفسور هینینگ، واقعا اینا کسانی بودن که ما مدیون این آدم ها هستیم، این دانشمندان مستشرق. اما آتشکده ها و ملوک طبقه اول و دوم ایران که اون را ساختن، نخستین کسی که گفتن آتشکده ساخت فریدون شاه بود. البته داستان فریدون و اینا جز میتولوژی ایرانه، این آتشکده را شخصیت های حقیقی تاریخی ساختن. ولی خب که وی گروهی را دید که آتش را احترام میکردن و به پرستش اون میپرداختن. میگوید که چون دید یه عده پرستش میکنن در شاهنامه پیدا، در واقع
احترام آتش، اصلا پیدایش آتش منسوب هست به هوشنگ که میرود بیرون با تعدادی از نزدیکان دربار، ماری پیدا میشه و هوشنگ سنگی رو پرتاب میکنه و مار فرار میکنه، سنگ به سنگ میخوره و آتش به وجود میاد. هوشنگ میگوید این فروغ ایزدی. یکی روز شاه جهان سوی کوه برون رفت با چند کس هم گروه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیه رنگ و تیره تن و تیز تاز. دو چشم از بر سر چو دو کاسه خون، ز دود دهانش جهان قیرگون. برون رفت هوشنگ با هوش و سنگ، یکی سنگ بگرفت و شد پیش جنگ. به فر کیانی بیاهی دست، جهان سوز مار از جهانجو بجست. برآمد به سنگ کلان سنگ خورد، همان و همین سنگ بشکست خورد. نشد مار کشته ولی کنز راز، پدید آمد آتش از اون سنگ باز. بعد میگوید که این فروغیست ایزدی، میگفتا فروغیست این ایزدی، پرستی باید اگر بخردی. و آتشکده ها اینا از اون زمان بوده و پیدایش آتش. پیدایش آتش یکی از مهمترین اختراعات انسان بوده، به قوت آتش بوده که پخت و پز میکرده، شبها راه پیمایی میکرده و توانسته با پشتیبانی آتش در واقع به مناطق صد سیر کره زمین سفر کنه و در اونجا بتواند زندگی بکند و هزار یه چیز دیگه. و اینجا یک دلیلایی آورده است مسعودی. نخستین کسی گفتن بله فریدون تا بله، و گروهی را دیدید که آتشی را احترام میکردن و پرستش اون میپرداختن، و چون درباره علت پرستش آن از ایشان پرسید، گفتن آتش واسطه میان خدا و مخلوق است و از جنس خدایان نورانی است و مطالب دیگر که چون پیچیده است از ذکر آن میگذریم، زیرا آنها برای نور مراتبی نهاده بودند و میان طبع آتش و نور امتیاز مینهادند. می گفتند حیوان مجذوب نور می شود و خیشتن را می سوزاند، چون پروانه که شب پرواز می کند و چون لطیفه از خود را به شعله آتش می زند و می سوزاند، و نظیر آن در شکارهای شبانه بسیار رخ می دهد که غزالان و پرندگان و وحوش بی اختیار به روشنی نزدیک می شوند. ماهیان نیز وقتی نزدیک چراغ روشن زورق رسند از آب برون می جهند، چنان که در حفره به هنگام شب ترتیب ماهی به همین ترتیب ماهی شکار میکنند که وقتی چراغ اطراف زورق روشن است، ماهی از آب بالا جسته داخل آن میافتد. و گفتند که نور مایه صلاح جهان است و آتش نسبت به ظلمت شرف و تضاد دارد، و آب که بر آتش غلبه دارد و آن را خاموش میکند مایه هر چیز زنده میباشد. عجب حرف بزرگی زدن اینجا، که البته یک یونانی این رو گفته. و مبدع پیدایش همه چیزهای نموف کننده است، یعنی آب. امروز هم وقتی یک سیاره کشف میشه، این دانشمندان تو نازا پشت این تلسکوپا میگن که آب آب، دنبال آب میگردن. اگه آب نباشه دنبال چیز دیگه نمیگردن، چون برای اینکه حیاتی باشه آب لازمه. اول آب، دوم آب. یکی از این فضانوردان یا دانشمندان فضایی ناسا میگه ما اول دنبال آب میگردیم، اگر آب نباشه پیداست که موجود زنده هم نمیتونه باشه. آب همون چیزیست که در ایران نایابه، و آخوندهای نادان از خدا بی خبر. آخه آخون تخصصش در چه چیزیست بابا جان؟ بیان معلوم بکنن این ملت که این آخون چه کاره است. بزنید آبها، بزنید چا، بزنید آب نداری چا بزنید.
گوش دوست دارین؟ بزنین آهو بیابان رو بزنین آقا، بزنین بکشید. خداوند همه چیز رو برای شما خلق کرده است. چهار تا یوز پلنگ در ایران بوده که این در واقع مونوپولی یوز آسیایی در دست ایران بوده، حتی به هندی ها ندادن. هندی ها آمدن این دانشمنداشون آقا دو تا یوز به ما بدین ما این رو پرورش بیم. نه که ما میخواد مونوپولیش. من شنیدم زدن کشتن. تفنگ هم خدا نکنه که تفنگ دست آدم احمق بیفته. آقا اگه یک تفنگ شکسته دستت هست پدر جان نزن، نکش این حیوانات رو. بابا جان زیبایی این مملکت به این حیات وحشش هم هست. اگر که در این صحرا آهو نباشه، گور خر نباشه، اینا چه چیزیست دیگه. یه چیزهای هولناک وحشتناکیست آقا این بیابانهای ایران. برای یه دیزی نرو یه گوزن رو بکش بابا جان، نخور اون دیزی رو. خب وقتی فریدون از اون چه بگفتیم آگاه شد، بگفت تا از اون آتش به خراسان برند و آتشکده در طوس ساخت و آتشکده دیگر در بخارا بساخت که نام اون ورد سوره شد. یک آتشه دیگر در سیستان ساخته شد که کراکر نام داشت. گویند بهمن پسر اسفندیار پسر یشتاسف، یه همون گشتاسف است که در شاهنامه از پدر اسفندیار، اون را بساخت. آتشکده نیز در سیروان و ری بود که بت‌ها داشت و انوشیروان بت‌ها را برون ریخت. گویند وقتی انوشیروان به این آتشکده رفت، آتشی بزرگ در اونجا بود و اون را به محل معروف فلان که انتقال داد. یک آتشکده دیگر به نام کوسجه بود یا کوسجه که کیخسرو شاه اون را ساخته بود در قمس، نیز آتشکده بزرگی بود به نام حریش که معلوم نبود کی ساخته است. که البته اینا همه اشتباهه، چون چیزایی که ما خواندیم در بر اثر تحقیقات علمی ظاهر شده از قول آدم های مثل کریستنسن، محققان جدید، چنین نام هایی رو ما ندیدیم. بعد میگن این ده آتشکده پیش از ظهور زرادشت پیغمبر میگوید مجوس بوده است. مجوس به توهین یعنی زرتشتی. ایرانیان رو گفتن مجوس، هنوز هم میگوین مجوس. اونگاه زرادشت آتشکده ها ساخت، از جمله یک آتشکده در نیشابور خراسان، این درسته، یک آتشکده خیلی بزرگ اونجا بوده، و یکی دیگر در نسا و بیضای فارس بود. زرادشت یستاف شاه فرمود آتشی را که جمشاه احترام میکرده بود پیدا کند و چنین و چنان. ایرانیان گویند که خسرو وقتی به جنگ ترک میرفته رفته بود سوی خارزم و بر این آتش گذشت و آن را احترام نهاد و سجده کرد. حالا میگن ایرانیان دو در استخر نیز آتشکده دارن که مجوسان اون را بزرگ می‌دارن و این خانه به روزگار قدیم بوده است و همای دختر بهمن اون را آتشکده کرده است. و اینجا اخبار آتشکده ها هست. بله خیلی مفصل کتاب مروج الذهب. این کتاب خیلی مهمی است. در کنار دو جلد کتاب مقدمه ابن خلدون، این دو جلد مروج الذهب و معادن الجوهر کتاب خیلی مهمی است. اگر پیدا کردید هموطنان بگیرید و بخوانید، بر اطلاعات شما افزون میکند. فکر میکنم وقت ما تمام شد. با سپاس از شما هموطنان بزرگوار، بینندگان و سپهر که برنامه رو هدایت فنی کردن، تا برنامه دیگر از شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.